محکومیت سفر احمدی نژاد به عراق از سوی پارلمانترهای عراق. پارلمانترهای عراق سفر پاستور احمدی نژاد به این کشور را محکوم کردند و آن را موجب افزایش دخالت‌های رژیم آخوندی در تصمیم گیری‌های سیاسی عراق دانستند. یاسین العبیدی نماینده پارلمان از لیست العراقیه گفت سفر احمدی نژاد رئیس جمهور رژیم ایران که دوره اش به پایان رسیده مطلوب عراقیان نیست. به سیاست‌های رژیم آخوندی در عراق را در جهت به نابودی کشاندن این کشور دانست و اضافه کرد رژیم ایران نه در رابطه با روند سیاسی و نه در زمینه ایجاد آرامش در عراق مواضع مثبتی نداشته و ما از دیدار رئیس جمهور این رژیم از کشورمان استقبال نمی کنیم. حامد المطلق نماینده دیگر پارلمان عراق نیز اظهار داشت سفر رئیس جمهور رژیم ایران که دوره اش هم تمام شده دخالتی نامشروع در تصمیم گیری های سیاسی است و موجب تحمیل نظرات رژیم ایران بر عراق می شود. حامد المطلق قراردادهایی را که رژیم آخوندی به عراق تحمیل می کند عامل تشدید دخالت های این رژیم دانست و گفت این قراردادها نقش حکومت ایران را در تصمیم گیری های سیاسی عراق افزایش می دهد. وقال أعضاء في اللجان التنسيقية للرافدين إن خطبة الجمعة والفعاليات التي ستأتي بعدها ستتركز على زيارة الرئيس الإيراني أحمد نجاد إلى العراق. به گزارش تلویزیون رافدین، کمیته‌های هماهنگی تظاهرات و نماز وحدت جمعه در عراق اعلام کردند خطبه جمعه و فعالیت‌هایی که بعد از نماز آن انجام می‌شود روی سفر احمدی نژاد به عراق متمرکز خواهد بود. آنان این سفر را محکوم کردند و آن را به مثابه تثبیت تسلط رژیم ایران بر سرنوشت عراق توصیف کردند. کمیته‌های هماهنگی گفتند بعد از نماز جمعه آدمک رئیس جمهور ایران احمدی نژاد را به آتش خواهند کشید تا نشان دهند که خلق عراق این سفر را محکوم می کند. سيتم حرق دمية الرئيس الإيراني أحمد نجاد وذلك تعبيرا عن عدم ترحيب الشعب العراقي بهذه الزيارة. عبدالقادر النایل سخنگوی میدان عزت و شرف رمادی به تلویزیون رافدین گفت در حقیقت فردا جمعیت بیشتری خواهد آمد زیرا امروز یک عمل تحریک‌آمیز علیه مردم در عراق صورت گرفته است که عبارت است از کوچ دادن مردم ما در شهرستان مقدادیه دیالی توسط شبه نظامیان که در واقع آماده سازی برای سفر احمدی نژاد بوده است. در نتیجه یک نارضایتی وسیع مردمی از سفر احمدی نژاد که دستش به خون عراقیان و سوریها آغشته است وجود دارد. الابتزاز وضع بمريشات أجرت أهلنا في ديالة وفي المقدادية تحديدا لتغيير سكان وديمغرافية ديالة التي تمثل و همچنين مسئول مستقيم حماية از شبه نظاميان است که مردم عراق را به قتل میرساند. او کسی است که میخواهد فرقه گرایی را به همه کشورهای خاورمیانه به ویژه کشورهای اسلامی صادر کند. در نتیجه فعالیت‌های زیادی علیه سفر احمدی نژاد به بغداد خواهد بود. این فعالیت‌ها و آمادگی‌ها توسط برخی جوانان صورت گرفته که آدمک وی را به آتش بکشند. بالتالي ستكون هناك فعاليات كبيره جدا وزياره احمد نژاد الى بغداد واستقباله. هذه الفعاليات تمثل حقيقه هناك استعدادات لبعض الشباب لحرق دميته او لمحاكمه له او كذلك حرق العلم الايراني. همچنین آتش زدن پرچم رژیم ایران یا شعارهای علیه رژیم ایران و تحریکاتش در منطقه داده خواهد شد. در حقیقت یک خشم گسترده‌ای در استان علمبار پیرامون آنچه که در دیالی می‌گذرد وجود دارد که یک هدف قرار دادن خطرناک است و مشخصاً خطبه نماز فردا روی شبه نظامیانی که مورد حمایت رژیم ایران و دولت مالکی هستند متمرکز خواهد بود. عبدالقادر النایل افزود بدون شک رئیس جمهور رژیم ایران رهنمودهایی برای اقدام دولت مالکی در جهت سرکوب تظاهرات مسالمت آمیز می دهد و همچنین خونریزی و فرقه گرایی و کار کردن در این مسیر را توصیه می کند. امریکا با هدف تجزیه عراق و فروپاشی بافت جامعه در کل عراق است.
در واقع رژیم ایران در این مسیر حرکت می کند تا یک تهمیختگی در عراق وجود داشته باشد و از فروپاشی اقتصاد عراق اولین سود برنده باشد. واقعاً ایران قدم مجمل نصائح و توصیات عملت علیها سلطه المالکی فی قمع واضح للتظاهرات السلمیه و